عملیات جستجو و شکار بن لادن و اسرار آن. سی دقیقه پس از نیمه شب، فیلمی که روایت وقایع منجر به کشته شدن اسامه بن لادن است و ماجراهای 10 سال تعقیب و گریز و نهایتاً دستگیری او را به تصویر می‌کشد. کاترین بیگلو کارگردان فیلم میگوید یقیناً داستانی پر ماجرا و هیجان است، چرا که 10 سال بزرگترین تعقیب و شکار تاریخ را در یک فیلم 2 ساعت و نیمه فشرده می‌کند. فیلم بازسازی شکار بن لادن را از زبان یک مأمور جوان سازمان سیا به نام مایا با بازی جسیکا چستر است. این مایاست که محل اختفای بن لادن را کشف کرده. اما برای شناختن نقشش جسیکا چستر نتوانست این شخصیت را ببیند، چرا که او کارمند فعلی سازمان سیا است. فیلمنامه نویس مارک وول برای شناخت شخصیت به من کمک کرد، مانند یک روزنامه نگار بخش جنایی و کارگاهی. تحقیق کرد و سوالات من را جواب داد. در ضمن با کسانی که کارهای شبیه داشتن صحبت کردم، کتاب خواندم و این به من کمک کرد. کاترین بیگلو، اولین زن برنده جایزه اسکار کارگردانی در تاریخ، میگوید ضمن تأکید بر درستی و دقت در تهیه فیلم، نمیتوانست اطلاعات محرمانه را افشا کند. راه حل او انتخاب مایا به عنوان راوی فیلم بود. مردان و زنانی بودند که در این عملیات شکار نقش محوری داشتند. فکر کردم شاید بهترین راه روایت فیلم از زبان یکی از آنها و قرار دادن مخاطب در جای او باشد. او همان شخصیتی است که در مرکز ثقل حوادث است. یعنی او ما را در این عملیات شکار، در این اودیسه و یا سفر با خود می‌برد. سفری به نقاط مختلف و سرانجام در پاکستان. And finally ended up in Abbottabad, Pakistan. You will never find him. Zero Dark Thirty, 30 دقیقه پس از نیمه شب 19 دسامبر در لس آنجلس و 11 ژانویه اکران بین‌المللی خواهد داشت.